سلام مخاطبان عزیز، من محمد رضایی هستم، سازنده فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک. تو این فیلم یه نگاهی داریم در مورد نظرات من در مورد جایگاه مسجد در ایران، اینکه لوگوی سایتم هست، لوگوی کانال تلگرامیم هست، اینم که تصویر خودم هست. در مورد خودم اگر بخوام مختصر برای شما عرض کنم، فارغ التحصیل مهندسی صنایع هستم. از سال 1393 تا 1400 به مدت 7 سال کارم این بوده که فیلم آموزش ریاضی و فیزیک می ساختم، در کانال هام به اشتراک می ذاشتم دیگران یاد بگیرن رایگان. زندگیم از چراهی میچرخه، از حقوق بازنشستگی که پدرم میگیره تقسیم میشه و اون قسمتی که به من میرسه برای چیزهایی که میتونم باش خرج کنم میخرم، چیزهایی هم که نتونم قناعت میکنم و من اینو قبول دارم که در این بازار اگر سودیست با درویش خورسند است. خدای منعمم گردان به درویشی و خورسندی. ما این رو اصل بدونیم، چیزی که قرآن به ما آموزش میده و فلسفه‌ای مبتنی بر اون هست آخرتگرایی هست. نمیشه هم دنیا رو طلبید و هم در آخرت به سعادت رسید. از نظر من اون چیزی که قرآن به ما آموزش میده بهره‌مندی از دنیا برای آخرته. آیا از دنیا لذت نباید برد؟ چرا؟ اما مثل اون کوهنوردی که در مسیر سختش تغذیه میکنه، آب مینوشه، استراحت میکنه، موسیقی گوش میده، این کارا رو انجام میده، ما هم در زندگیمون در جهت آخرت اون مسیر هدف تقواست، اما از بهرمندی های دنیا هم به اندازه‌ای که قلبمون بهمون الهام میکنه کار درستی هست استفاده میکنیم. خیلی حرف هست، من قصدم اینجا در مورد فلسفه خودم نیست، میخوام در مورد جایگاه مسجد صحبت کنم. حتما اگر در خارج هستید میتونید راحت در این سایت هم مطالبمو ببینید، اگر در ایران هستید مطالب برای اینکه دسترسی داشته باشید اگر سایت گوگل رو بخواید ببینید فیلتر شکن لازم داره، البته نه به خاطر اینکه چیز خاصی توش هست، نه، کلن همه سایت هایی که از گوگل ساخته میشه رایگان به صورت فلهی جمهوری اسلامی فیلتر کرده. اما سایت دیگه هم در دسترستون هست، میتونید بدون فیلتر شکن ازش استفاده کنید، riyazi.blog.ir. مطالب دوتا سایت یکسان هست و این کانال آپارات، کانال یوتیوب، کانال تلگرامی که فیلم ها 600-700 تا درسیه، 200-300 تا هم غیر درسیه. پلیلیست بیان رو تو کانال هم پیدا کنید، میتونید ببینید. توی کانال تلگرام هم مطالب غیر درسی لینک گذاشتم و در سایت هم همون لوگوی بیانو که کلیک کنید وارد صفحه مطالب غیر درسی میشید. در اونجا فلسفه، تحلیل، تفسیر قرآن، نظراتم در مورد مسائل سیاسی اجتماعی همه هست. اینم جدوی یکی فیلم غیر درسیه. آدرس پیج اینستاگرام، آدرس ایمیل، اینم که مکان زندگیم. اگر نقطه نظر، پیشنهاد، سوال، انتقاد، نکته ای بود میتونید از طریق واتساپ، تلگرام برام ارسال کنید. انتقال از جایگاه مسجد در ایران. اگر عنوان رو دقت کنید نگفتم انتقاد از
مسجد، جایگاه مسجد، یعنی منزلتی که برای مسجد تو ایران وجود داره، اون شرایطی که توش حاکم هست و منزلتی که در نظر عوام و خواص داره. نکاتی وجود داره با توجه این که خودم هم یک دوره طولانی مسجد رو بودم و به عنوان یک نمازگزار و یک مسلمون مسجد برام قداست داره و این رو اعتقاد دارم. همه مسجدها حکم حرمتشون حکم کعبه رو داره، ما باید در ارتقای این جایگاه کوشا باشیم. اما آیا در مساجدی که در شرایط کنونی وجود دارم میشه حضور پیدا کرد؟ میگم الان، ولی به صورت مختصر اون چیزی رو که تو این فیلم قراره بگم این هست: اساس عبادت خداوند هست، اساس عزت مؤمن هست، اساس کلمت الله که باید بالا باشه، نه اینکه ما بریم داخل یک مکانی که ظالم هست، فاسق هست، شرایط بدی وجود داره و ما به عنوان یک مؤمن یک لوس کننده حقیقت باشیم. و خواهید دید که از نظر من مسجد در اهل سنت ایران با مسجد در شیعیان بسیار متفاوته و خوشحالم که کلیپ هایی دیدم از کارهای عظیم فرهنگی، قوی فرهنگی که در میان اهل سنت در مساجدشون انجام میشه. امیدوارم که این حکومت تغییر کنه و اسلام در قلب ها زنده بشه و مسجدها در نزد شیعیان هم اون جایگاهی که باید رو پیدا کنه. من به عنوان یک شیعه میخوام این صحبت ها رو کنم، اما نمیخوام الان شیعه گری کنم. شیعه هم به اون معنایی که متداول هست نه، من شیعه خودم رو میدونم به این معنا که، چون اینو بعد روشن بگم، اگر این فیلم و اهل سنت میبینند بدونن که از نظر من اگر اونها این اعتقاد رو دارن که حضرت علی برتری هایی داره و هیچ شکی تون ندارن، از نظر منم هم همینطور هست. من هیچ برتری نمیبینم که جز که بر سن باشه که مثلا کسایی بر حضرت علی ترجیح داده بشن. جایگاه حضرت علی اونچنان بوده که اگر قرار باشه به نظر من کسی شایسته این باشه که حکومت رو بعد از پیامبر به عهده بگیره حضرت علیه، و اون چیزی که بعد از فوت پیامبر رخ داد مبین همینه چه چیزایی رخ داد. ببینید من لحاظ تاریخی فقط خلاصه بگم، بعد از اینکه پیامبر مبعوث میشه قومی که در اون بوده احساس سرانش احساس خطر میکنن، اما بعد از اینکه میبینن قدرت جوری هستش که نمیتونن باهاش مقابله کنن میپذیرن، اما از سر ناچاری. همه بر این متفقن، ابو سفیان از روی زور جمعی، یعنی اینطور نبود حالا با شمشیر مسلمون بشه، اما دیگه نمیتونست جایگاهش رو حفظ کنه، مسلمون شد و پسرش معاویه بهترین فرصت رو بعد از فوت پیامبر دید و از همون موقع شروع کرد آهنگ این رو که حکومت از دست رفته رو باز پس بگیره. و نکته دوم، از نظر من حضرت علی کارش خیلی درست بود که مماشات نمی کرد. وقتی به خلافت رسید معاویه که در دوره خلفای دیگه باهاش کجدار مریض میشد رو بر نتابید، گفت یا من خلیفم یا تو برو کنار. یعنی چی؟ و آغازگر این بود، نمیتونه بی تفاوت باشه. ولی وقتی دید مردم، حالا چه از درون چه از بیرون، اونطور حق گرا نیستن، یعنی اهل دنیا هستن، ترجیح داد با چاه صحبت کنه و همینطور زمان گذشت و به همون چیزی که سعادت براش تو تقدیر قرار داده بود رسید و رستگار شد. من اعتقاد دارم که
ابوبکر، عمر، عثمان همه افراد شایسته‌ای هستند. چرا؟ چون اگر نبودند حتما اسلام به این جایگاه نمی رسید. بنابراین برای من محترم هستند، اما گفتم من یک نظر تاریخی دارم و از این نظر اگر من شیعم شیعم، اما اگر من رو اون شیعیان شیعه نمی دونن چون مثلا به امام زمان اعتقاد ندارم، به این که اینا قاسب هستن، نه، به نظر من اون چیزی که اتفاق افتاده تموم شده و ما الان توی تاریخ توی جایگاه خودمون هستیم، باید از تاریخ عبرت بگیریم و عبرتی که من از جریانی که در اون زمان برای ما نقل شده میگیرم این هست: اصل بر تقوا، اصل بر درستیه و این که عزت رو آدم حفظ کنه. حکومت برای این هستش که ما حق رو اجرا کنیم و غیر از این باشه به نظرم من همونطور که حضرت علی فرموده از آب بینی بز هم باید برای انسان مؤمن بی ارزشتر باشه. چه معنی داره یه نفر بر کسی حکومت کنه اگر قرار نیست حقی رو اجرا کنه؟ و در حکومتی که من به نظرم میاد پیامبر به نظرم انجام داده، حضرت علی انجام داده، معاویه جایی نداره، یزید جایی نداره. حالا اگر اینها برای افرادی کسانی هستن که قابل احترام هستن، خب من به اعتقادشون مثل هر کسی که به اعتقادش باید احترام گذاشت میگم این نظر منه، که نمیشه توی زمان دوتا خلیفه باشه که معاویه چی کار میکرده. این که یه نفر نزد پیامبر جایگاه داشته باشه، و الان ببخشید من اینو میگم، رو کراس بگم، اگه یه نفر میاد به آدم سلام میکنه، یه مؤمن جوابشو میده، این جایگاه مؤمنه یا جایگاه اون فرده؟ یک مؤمن با هر کسی متناسب با اون احترامی که بهش میذاره احترام میذاره. این نشون دهنده یه جایگاه اون فرد نزد مؤمن نیستش که. قلب انسان و اون برخوردها باید سنجیده بشه و از نظر من نباید به این حرفا زیاد دامن زد. و خیلی برای من کاری که اگر جمع‌آوری قرآن کار خلفا بوده احترام می‌ذارم، خیلی ارزشمند بوده. یک اسم از خودشون نیوردن، این هم معجزه قرآن هست، این هم کاری هست که خداوند انجام داده و این رو من خیلی ارزشمند میدونم. اگر اسمی از ابوبکر، عمر، عثمان بود یا اسمی از حضرت علی بود، اصلا اعتقاد به قرآن نزد شیعه و سنی اینقدر توش اتفاق نبود و شاید ایمان خیلی ها متزلزل میشد. این معجزه قرآن هست، با وجود اینکه میان میگن که قرآن رو افراد جمع کردن، افرادی با ویژگی هایی که همه انسان ها دارن، اما میبینید اسمی از این افراد نیست. داستانهایی هست بهشون نسبت میدن، اما میشه به هر کسی این رو متناسب با اون کار درستش نسبت داد. امیدوارم که کسی از این صحبتهایی که من گفتم رنجید خاطر نشده باشه. ایمان افراد ملاک، اعتقاد به اینکه خلیفه چندم باشه یا خیلی چیزهای دیگه نزد خداوند مهم نیست. شب اول قبر از چند تا چیز از انسان سوال میکنن، اینکه عمرت رو در چه کاری صرف کردی، بدنت رو در چه راهی فرسودی، سرمایت رو در چه کاری صرف کردی، زمانت رو به چه کاری مشغول بودی. در مورد این چیزهای اساسی سوال میشه. حالا یه نفر ابوبکر رو قبول داره یا نداره، ما چی میدونیم ابوبکر یا حضرت علی؟ اون چیزایی که از ما سوال میشه این هست، به ما هم رسیده بر مبنای اون. اگر حضرت ابوبکر رو اعتقاد داریم که همراه پیامبر بوده، که بوده، این کار بزرگیه، یاری کردن پیامبر که تنها حضرت علی نبوده، یارانی داشته، اصحابی داشته، تو قرآن تحسین شده، هرکت هم تو مسیر درست مستقیم مونده خداوند بهش ثواب میده. ما هم توی نمازمون وقتی میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یعنی همه اون کسانی که توی این راه از ابتدا بودن، حتی توی دورای تاریخی قبل از پیامبر همراه حضرت عیسی بودن، همراه حضرت نوح بودن، ما همه اونها رو صالح میدونیم و این بغض و کینه رو از دلمون بیرون کنیم.
و با افراد بر اساس نزدیکیشون به قرآن، تقواشون برخورد داشته باشیم. یک کلیپی من همینطور برخورد کردم بهش. البته میخوام به شما بگم من خیلی مطلب زیاد دارم بهش بپردازم. نگاه کنید سیو چیزهایی که توی اینستاگرام دارم و در مورد هر کدومشون میخوام فیلم هایی بسازم. بعدیشون ارزش البته ندارن، جمله ای هم بهش بپردازیم. فقط محض این که داشته باشم ذخیره که یه اشاره یه جایی خواستم میکنم گذاشتم. اما خیلی مطلب هست در مورد این که بهش بپردازم. اما اون چیزی رو که انتخاب کردم یک کلیپ هست که یک قاری سنی، عثمان الکردی، اگه درست فامیلیشون رو بگم، گذاشتم. بو حرامه، مولودی خیره یانسره، مولودی خیره پیغمبری خو انجامی داوه؟ نه خیر انجامی نداوه. پس مولودی خیر نیه؟ جمع کردنوه قرآن خیر بو یا شر؟ معلومه خیر بوه. پیغمبری خو انجامی داوه؟ نه خیر صحابه انجامی داوه. یعنی جمع کردنوه قرآن شر بوه؟ هم قصانا ناچی بامشکما. خب چی گفت؟ این من چون شما احتمالا یه دفعه اینو من خودم چند بار گوش دادم اون لهجه شیرین کردی. ببینید این احتمالا خودشون هم چند بار تمرین کردن بدون توپق زدن گفتن. ببینید صحبت سر اینه که دو تا نوجوان با هم یک بحثی دارن. اولی به دومی میگه که آیا مولودی خیره یا شره؟ میگه مولودی خیره، همین جشنی که میگیرم برای پیامبر. میگه که آیا پیامبر مولودی انجام میداد؟ میگه نه. میگه پس مولودی شر. بعد این طرف خب الان محکوم شده دیگه. بعد میاد یه حرکت میزنه، یه پاتک میزنه، میگه که آیا جمع کردن قرآن خیره یا شره؟ میگه خیره. میگه آیا پیامبر قرآن جمع کرد؟ میگه نه، صحابه جمع کرد. میگه پس، میگه من این چیزا دیگه تو سرم نمیره. دوباره ببینید. مر حرامه، بو حرامه، مولودی خیره یان شر؟ آن راستی اولش میگه که مولودی حرامه، از اینجا شروع میشه. راست اینجا خیلی فیلمنامه خوبی نوشتن. اول میگه مولودی حرامه، بعدن میگه که مولودی خیره یا شر. خودش میگه، خودش اول میگه مولودی حرامه، بعد سوال میکنه. ببینی مر حرامه، بو حرامه، مولودی خیره یان شر؟ آه نه، اینجوری میگه، میگه مولودی حرامه، میگه چرا حرامه؟ میگه مولودی خیره یا شره؟ خیلی فیلمنامه دقیق نمیشه. مولودی خیره. پیغمبری خو انجامی داوه؟ نه خیر انجامی نداوه. پس مولودی خیر نیه؟ جمع کردنوه قرآن خیر بو یا شر؟ معلومه خیر بوه. پیغمبری خو انجامی داوه؟ نه خیر صحابه انجامی داوه. یعنی جمع کردنوه قرآن شر بوه؟ هم قصانا ناچی بامشکما. من شر به هم میرزم. خب این دیگه اضافهش یه جای دیگه است، اصلا ربطی نداره. کشکی اینو نمی آورد این آدم عرازل او باشه. برای میدونید این تیکه هایی میذارن این چیزایی برای جذابیت. مثلا یه نفر تعجب میکنه از یه دونه سریال یه تیکه میذارن. کاشکی نمی آورد این آقای عثمان الکردی. من حالا اون توضیح هم که درباره شیعه و سنی دادم بد نبود گفتم، چون ربط داره به موضوع. نباید سنی خودشو در کوبیدن شیعه خلاصه کنه، چه تو مسجد چه خارج از مسجد. شیعه این کارو میکنه، البته من اونا رو شیعه واقعی نمیدونم، اما من سنی، شاید شما بگید اونا سنی واقعی نیستن، اما من اعتقادم این هستش که این جریان اساسیه توی اهل سنت. چون شبکه ها رو که نگاه میکنم میکوبن و به نظر من درست نیست. باید
به قرآن و اون آیاتی که مقفول شده بپردازیم. چه آیاتی مقفول شده؟ 6000 خورده ی آیات هست. حالا این اهل سنت اون آیه ان الله معنا باشه، اون در مورد ابوبکر و خیلی از آیاتی که در مورد اصحاب هست، اینا هست، اینا رو تکرار کردید، اینا مال یه دوره تاریخی. اما اون آیاتی که مربوط به زندگی افراد هست، رعایت تعاون و علالبر و تقوا هست، توصیه به این هستش که با انسانها بر اساس کرامت رفتار بشه، اینکه حق و ازش پاسداری بشه، اینکه اگر جایی دیدیم داره ظلم میشه باید یاری کنیم، اینکه اگر به همون ظلم شد من واقعا تأسف میخورم. در مورد اسرائیل و فلسطین اینقدر این شبکه های اهل سنت انحراف دارن و در این انحراف با شیعه هایی که میکوبن مشترکن، این تعجب نداره؟ واقعا تأسف داره. حقو بگید ولو به ضررتونه، این آموزش قرآنه. آیا کاری که حماس کرد اونجوری شایسته ستایش تو شبکه های اهل سنت بود؟ آیا تروریست های وحشی و از حیوان کمتر حماس قهرمان های اسلامی هستن؟ خب اگر این اسلام شماست که با من متفاوته، اصلا هم نخواستید هیچ حرف منو گوش بدید، ندید، شما راه خودتون رو برید، لکم دینکم ولیتی. دین من دینی هستش که اگر پیامبر بودن نظر من این کارو میکرد. حماس باید تن بده به قوانین بین المللی. اون وقت اگر اسرائیل تن نداد، اون وقت میایم صحبت میکنیم که باید چی کار کنیم. اسرائیل تن داده یا نداده؟ آیا قرارداد صلح انجام شده یا نشده؟ کی شروع کرد موشک پراکنی؟ کی الان 1200 نفر رو کشت؟ و اون فتنه‌گران سران دیکتاتور منطقه‌ای که مزماربادی در میارن زیر آب زیر کاه هستن و از پنهانی این تروریست های حماس رو مثل جمهوری اسلامی حمایت میکنن تا مشروعیتی پیش مردم خودشون داشته باشن، اونا هم مسئولیت دارن. اسلام دینی هستش که شفاف حرفشو میزنه، نیاز نداره پنهانی کار کنه. اهل ترور و وحشت آفرینی نیست. اسلامی که من ازش دم میزنم اسلامی هستش که به مردم میگه این راه درسته، این راه غلطه، خواستید انجام بدید، خواستید چه در مورد حجابش، چه در وقتی هم که یه حکومت جبار و ظالمی، اصلا یه اسرائیل ظالمی شما تصور کنید. نه اسرائیل اصلا نه. فرض کنید من الان توی شرایطی هستم، توی منطقمون، توی محلمون، اصلا همین جمهوری اسلامی داره به هم زور میگه، راهش اینه که مبارزه کنم، راهش اینه که گروه تشکیل بدم. اصلا اسلام اینطور رفتار نمی کنه. آیه قرآن داریم، اگر مسلمونی، مسلمونهایی تحت ظلم و ستم قرار گرفتن، مجبور شدن که اونجا باشن و تن بدن، میتونن اونجا ترک کنن. یعنی اینطور نیستش که اونجا بمونن و هرچی که درج کشیدند براشون ثواب حساب بشه. روز قیامت از اینها سوال میشه آیا زمین خدا گسترده نبود؟ آیا قرآن رو بخونید؟ باید تو مسجدها این روشنگری ها بشه. اون دینی که داره الان توی مساجد اهل سنت به نظر من گفته میشه، این دینی هستش که مولوی عبدالحمید داره میگه که به نظر من طالبانه. فرقی نداره کسی که طالبان رو تایید میکنه با اینکه طالبان باشه، چه فرقی میکنه؟ اولین کسی که توی ایران حمایت کرد از اومدن طالبان همین عبدالحمید بود. هم سکوت کردن. من همون موقع اعتراض کردم. خیلی هم ناراحت شدن. چون یه عده عوام پای منبری تو خوششون میاد اینو گفتی یا حق رو این رسیده. اگر حق بهت رسیده چرا تکرار نکردی و محکوم نکردنشون رو یک روال همیشگی برای خودت قرار دادی؟ چرا؟ چرا طالبان رو محکوم نمی کنی؟ آیا پیامبری که به ما میگه دین به مسلمان ها توصیه میکنه علم رو یاد بگیرید حتی در چین، این همون دینی هست که مولوی عبدالحمید داره الان توی
سیستان و بلوچستان توصیه میکنه. از چی میترسن که نمیذارن زنها برن مکتب؟ مولوی عبدالحمید از چی میترسه که طالبان رو محکوم نمیکنه؟ واقعا تأسف باره. هر کسی از ظلم حمایت کنه به هر نحوی. ببینید من یه مثالی میزنم، وقتی تو یک جایی یه نفر داره به یه نفر تجاوز میکنه و شما اونجا قرار دارید، دیگران هم قرار دارن، سطح‌های متفاوتی از گناه و جرم و خطا داره اتفاق میفته. اون کسی که داره بهش تجاوز میشه که اون مظلوم واقع شده، اون کسی که این تجاوز رو داره انجام میده اون ظالمه، اون کسی که داره نگاه میکنه و کار نمیکنه اون هم داره یاری میکنه به یه نوعی، سکوتش به یه نوعی همراهیه، و اون کسی که تشویق میکنه اون هم یک سطحی از حمایت از ظلم داره. متناسب با این اعمال تو روز قیامت برای افراد مجازات تعیین میشه. شما این عمل رو در نظر بگیرید، برسونید توی همه کارها توی زندگیتون. شما وقتی پای منبری میشینید که یک آخوند شیعه میاد میگه که امام علی ولایت داره، همه اعمال از آدم ابوالبشر تا آخر الزمان رو میدونه، شما حرفای این آدم رو داره گوش میدید، در صورتی که این مخالف آیات قرآن هست، این یعنی ولایت تکوینی، خداوند فقط آگاهه، شما هم تو گناه شریکید، بلند شید. تو مسجد باشه الان نشستید، اما دیگه با خودتون عهد ببندید دیگه پای منبر این نشینید. البته اگر شجاعت این رو دارید که انتقاد کنید حتما انتقاد کنید. خوشبختانه اهل سنت توی این موارد وارد نمیشن، الله و قبول دارن، توحیدشون تو این زمینه ها نمی لغزه، اما از اون جهت دیگه که اجتماعی هست بسنده کردن به چیزهای محدود. چرا باید علم، چرا باید همیاری، تعاون، چرا باید تقوا توی زندگی عمومیشون رعایت نشه؟ بذارید رو کراس بگم. آیا کاسب هایی که تو کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی هستند کم فروشی نمی کنن، گران فروشی نمی کنن، قش در معامله ندارن؟ اینها همون چیزهایی هستش که یه قوم رو به باد داد. شما آیات قرآن رو بخونید، ولا تنقص المکیال. این حضرت شعیب وقتی که به قومش میگفت کم فروشی نکنید، کار درست انجام بدین، قومش میگفت نمازت باعث میشه که به ما این امر رو نهی کنی، یعنی مسخرهش میکردن، میگفتن یعنی برو نمازتو بخون، به تو این کار رو نیمده، و عذاب دیدن. من میخوام از کسانی که توی مساجد هستن این نکات رو رعایت کنن. مسجد تو جایگاه شیعه یه جایی هستش برای اینکه همینطور که میبینید حکومت هرچی که میگه، آقا هرچی که میگه، سپاه هرچی که نظرش هست، چه تو سیاسته، چه توی اجتماع، چه تو فرهنگ، یه پایگاه بسیجی شده، پایگاه سرکوبی شده. متاسفانه منم نمیرم. برای اهل سنت هم شده برای تبلیغات خاص. یه جهت گیری هایی تو هر مسجد بنا به موقعیت دارن، وارد خیلی از چیزا نمیشن. اسلام اومده ما رو آزاد کنه. شما نگاه کنید، اون چیزی که باعث میشه ابو سفیان نسبت به پیامبر برانگیخته بشه چیه؟ آیا این که میره تو غار عبادت خدا، این که پیامبر که میرفت کاری به کسی نداشت، اومد بیرون گفت خدا یکیه، هر کس باید به خدا ایمان بیاره، در برابر اون پاسخگو باشه، همه در برابر خدا مساوی هستیم مگر اینکه تقوامون بالاتر باشه.
این حرف اساسی بود. ابو سفیان معلومه به خاطر اینکه بزرگ مکه است، به خاطر قدرتش بهش بر میخوره. اعتقاد همه گنده ها، همه اون کسانی که الان مایه دار هستن، چه توی آذربایجان غربی باشن، چه تو تهران باشن، چه تو شیراز، این حرفا رو همین الانم هم بزنید دوست ندارن. چی حرفایی رو بزنید دوست دارن؟ حجاب زن باید خیلی خوب باشه، باید شوهرت رو راضی نگه داری، با بچت مهربونی. یه حرفای اینجوری میزنن، هم تازه وارد جزئیات هم نمیشن. دستورات اجتماعی کاملا تعطیل شده، به کسب و کاری که توش هزار تا مورد هست نمیپردازن. یا الان هم حرفای سیاسی میزنن درباره آمریکا و اسرائیل. اینا به شما چه ربطی داره تو مسجد؟ مگه شما تحلیلگر مسائل سیاسی هستید؟ اگر هستید بیا تحلیل کنید، مناظره بذارید، نه اینکه بریم بالا نوت کنی اسرائیل باید از بین برود، آمریکا باید از بین برود، یه سری شعار حرف بحث بکنی، بازم یه چیزی تحلیل کنی، بعد یه چیزی. اونجا شده تریبون بیانیه خونی. خب مسجد از نظر من مؤمنه با فکر روشن فکر شده یه جای عقده گشایی. ببخشید اینو رو راست میگم تا بدونید، مسجد در نظر من محمد که مؤمن هستم، گناهی نکردم، نمازگزار هستم، اهل تقوا هستم، این شده. حالا میخواد تو عربستان هم همین باشه، تو هیچ جای دنیا هم همین چیزی که من میگم، اینا برای من مهم نیست. مسجدی که باید باشه در این جهت باشه. من نمیگم باید مسجد 100% برسه به اینجا بعدا من قبولش کنم، نه، در این جهت باشه. الان در جهده عکسش داره به تاخت میرن، کاری نبوده که تو این مسجد در مورد شعار و در مورد زدگی انجام بخوان بدن و ندن، از بهداشتش بگیرید، حالا میرسم اینا رو میگم، از اون محتواش بگیرید، توی شیعه، توی سنی هم یه جور دیگه. مسجد جایی که افراد میرن مؤمن هایی رو میبینن هم فکر خودشون. من تنها چیزی که تو مسجد پیدا کردم اختلاف نظر بود. بله لبخند میزنن، سلام علیک با من میکنن، اما همه اونا با هم یکی بودن. من احساسی میکردم، نه که توی مسجد خاصا، تو هر مسجدی که رفتم همین اختلاف رو پیدا کردم. فقط میخوان بیان یه حالتی که یه مؤمنی باشه باهاش دست بدن و پیش خودشون فکر کنن که مؤمنه. گفتم خدایا چی کار کنم؟ اینا انگار فقط یک عادتی رو، یک چیزی رو میخوان برای وجه تراشیدن برای خودشون. من وجهه اینا نمیشم. تنهایی نماز خوندن شرف داره. من احساس خوبی نداشتم و این احساس بر اساس تعقل بود. با امام جماعتش بحث کردم، با نمازگزاراش بحث کردم در مورد قرآن، در باره این دعای توسل، درباره این چیزهایی که توی سخنرانی ها میگی. گوششون بدهکار نبود. آخر سرم اینجوری، یعنی تا آخرش هم من رفتم اینجوری هم نیستم مثل یک کسایی رو درواسی. گفتم حاج آقا این حرفا رو من دارم به شما میزنم به خاطر این هست من فردا میخواستم اون به قول معروف به در میگی دیوار گوش کنه. گفتم من ممکنه بمیرم، باید این حرفا رو بزنم. یعنی تو ممکنه بمیری، این حرفا رو باید بزنی و این نزنی پشیمون میشه. گفتم شما درباره همه چی صحبت میکنید، درباره نمیدونم حضرت رقیه و حضرت فلان، اینا راضی نیستن. امام حسین که برای اسلام رفت اینا رو راضی نیست شما داره منبر رو برای این چیزا. گفتم الان افرادی که پای این منبر شما هستن داره گوش به حرف شما میدن. به حرف من کسی گوش نمیده اگرم میکروفون بگیرم که نمیدن. شما باید اینها رو به تقوا دعوت کنید، اینها رو به کار شایسته، به دوری از ظلم. چون اون مسجدی که من میرفتم به خاطر اینکه منطقه‌ای که کنارش هستیم مال سپاهی ها هست، مجتمع هاشمی نژاد، این بعدن آخر سر به من اینطور گفت آقای رضایی هر کس بالاخره یه چیزی بهش رسیده دیگه. منم سرم انداختم گفتم باش، اگه رسیده به تو که این باشی، منم رسیده که نباشم. این مسجد و این نمازگزارا و این حقی که زیر پا گذاشتی و روز حساب و کتاب. امر خدا بالاتره.
من بشینم این صحبت ها رو گوش بدم و تو پیش خودت فکر کنی. بعد یه نکته ای فرداش گفتم بذار ببینم تأثیر کرده یا نه. فرداش اومد حالا یه صحبتی کرد، تقوای الهی رو رعایت کنید. بعد گفت محمد گوش دادی؟ گفتم دست شما درد. به خاطر حرف من یه سخنرانی گذاشت درباره تقوا که دل من مثلا نرم بشه بعدم برگرده تو مسیر خودش. من همون موقعش فهمیدم این یک تاکتیکه. گفتم بذار زین و اعمالام شیطان، بذار خدا چون خودش میخواد زینت بده شیطان اعمالشو، ضرری که به من نمیرسه، بذار این فکر رو کنه. برگشت تو مسیر خودش چون فهمید من فریب نمیخورم، مؤمن زیرکه. اما سوال واقعی اینه، اون کسی که بسیجی و سپاهی نون این حکومت رو میخوره باتون میزنه چرا مسجد نمیره؟ سوال از اون نه، سوال از شمایی که فکر میکنید این حکومت آره میسادیم باهاش این خوبه ما هم، از خودتون این نشانه ها رو سوال کنید. اینا نه اهل دین هن، نه اهل تقوا، نه اهل اسلام هن، هیچی براشون مهم نیست. یه نماز به کمرشون نمیزنه، این دروغا رو باور نکنید. شمر نماز میخوند و اینا رو میخوام به شما بگن که شمایی هم که نماز میخونی از نماز خوندن بیفتید. هیچ کدومشون مقید به نماز نیستم، من دارم به شما میگم دیگه. حتی اون بسیجی که مسجدم میاد میچرخه اونجا، چه برسه اونی که نمیاد. باید سنت شکنی کرد. اگر اهل سنت پیامبر هستیم یعنی چی؟ یه سری چیزها را توی مسجدها روال کردن، یک عادتهایی، یک تکرارهای بیموردی. من دیدم حالا توی مساجد اهل سنت دف می زدن، این اشکالی نداره به نظر من، شادی رو بیارن، اما صدای شجریان هم باید باشه، تو مساجد شیعه هم باشه. اگر مدعی عرعر میتونه بکنه و هزار تا کفر و شرک و ببافه، صدای استاد شجریان صدای آسمانی او، از ربناش بگیرید تا غزلخونی های حافظش عرفانیش، چقدر اینها میتونه تأثیر گذار باشه. اینا موسیقی رو حرام کردن، خیلی چیزا رو حرام کردن. اینا تو اسلام نیستش، تو قرآن نیستش، از خودشون. احکام هم باید متناسب با شرایط روز تغییر کنه. بسیاری از آنچه اکنون انجام میدهند ادامه همون روندی هست که قبلا بوده. آبا و اجدادشون همینجوری مسجد میرفتن، برای نسل جدیدم همینو میخوان پیاده کنن. جواب نمیده. مسجد باید پویا باشه، باید جواب جوان رو داد، باید مسجد از افراد مؤمن با انگیزه، با ایمان، اونم با میدون دادن. چرا نباید یه دونه جوان بیاد سخنرانی کنه، یا آخوند یا یک، حالا نمیدونم توی مساجد اهل سنت اجازه میدن یا نمیدن، یا همش یه نفر مثل، ببخشید اینو من میگم، ولی بیانی که برخی از این علمای شما دارن اصلا خوب نیست. من اصلا کیف نمی کنم، من دلم قنج نمیره مولوی عبدالحمید یه تیکهی بنداده به این حکومت، اصلا برام مهم نیست. حالا اگر یه افرادی این رو دوست دارن، من براشون متاسفم. احترام افراد جای خودش رو داره، اما کار دین رو باید محکم انجام داد. اون چیزی که اهمیت داره، مسجد یک قسمتی از جامعه است، یک قسمتی از محله است و بهترین جایی هست که افراد میتونن خیلی از مسائل رو حل کنن. مؤمنا هم دیگر رو پیدا کنن، مؤمنا هم دیگر رو یاری کنن، مثل درمونگاه و مثل مدرسه و مثل اداره نیست که اونجا بیان کارت بزنن از رو عادت برن. و این چه موقع اتفاق میفته؟ افراد صالح بر مسند امور بشینن، افرادی که تقوا دارن. چجوری میشه اینو تشخیص داد؟ از کارهاشون. الان صفحه مجازی خیلی از افراد دارن. من مثلا این کلیپی که دیدم خیلی خوشحال شدم، کلیپ های دیگر هم نگاه کردم از این جناب عثمان الکردی.
من با اجازتون تصویرم رو ببندم، شما تمرکز کنید روی خود مطالب. داشتم میگفتم کلیپ های دیگه ای که دیدم نشون میداد که ایشون امور رو به عهده گرفته، یک قاری، یک کسی که هنری داره، یک کسی که آشنایی با مفاهیم داره. این خیلی ارزشمنده. من وقتی به چهره این نوجوانا نگاه کردم، خب بالاخره هرچی باشه آدم شناسم، اهل تعمقم، اهل تفکرم، خیلی برخوردها داشتم، به ایشون تبریک میگم. مهار کرده شیطان و شرارت درون و اینها رو، چشمای اینها داره تغییر میکنه. اما خیلی به ایشون و دیگران توصیه میکنم این روند رو برای اینکه قوام و دوام داشته باشه با عمل خودشون درآمیزن. پیج ایشون خوبه اما هیچی از خودشون، از زندگی شخصیشون من ندیدم. باشه اینها باشه، باید عین پیامبر. من به آقای عثمان الکردی و دیگر افراد اهل سنت میگم، چون شیعیانی که ببخشید من اینو مجبورم بگم، ندیدم حرفشون، حرف منم آخوند گوش نمیده. من اصلا با آخوند آبمون توی جوب نمیره. اصلا اون طرف واسطه و داره به من توهین میکنه، منم اصلا قبولش ندارم. و غیر از آخوندم مسند امور توی مساجد شیعه نیستن که. بنابراین به شما میگم، مثلا در مورد جنگ اسرائیل و حماس، من خیلی توصیه داشتم در مورد همین جمهوری اسلامی، هم خیلی توصیه. وقتی گوش نمیده آدم میره به اون طرفی که گوش میده، حرفاشو میزنه. من اصلا مخالف این بودم که اسرائیل وارد غزه بشه. باید سر ما رو هم اول میزد. 2000 نفر، 100 هزار نفر، نه 2000 نفر، 100 نفر کشته میشدن. شاید اون تلفات اجتناب ناپذیر بود، نه اینکه وارد جمعیت بشه. من اینو دیگه باز نکنم چون مشخص شد چی میگم دیگه. الانم دارم به شما رو کراس میگم. ببینید، مسجد دست شماست. الان شما اونجا نفوذ دارید، اوضاع رو تحت کنترل دارید، میتونید خیلی تاثیرگذار باشید. اینو دست کم نگیرید. بچه هایی که میان اونجا مثل مدرسه نگاه نمی کنن، خیلی صمیمیتر دارن با شما برخورد میکنن. پدر و مادرم به شما اعتماد کردن، میخوان بچه هاشون عاقبت به خیر بشن، اهل سعادت بشن. شما این وظیفه رو دارید، این مسئولیت رو دارید. به کم خودتون رو قانع نکنید، نگید خدای نکرده، این رو نگید که اینا معتاد نشدن، کارمون رو درست انجام دادیم. اگر یه نفر هدایت شد، کارمون رو انجام دادیم، برامون بسه. این بسنده کردن به کم از آفاتی هستش که شیطان برای مؤمن نفوذ میکنه. و من در مورد شخص خودم اگه بخوام تو فیلم ها باز کردم، خیلی این راه بدی هست برای اونها. توی جامعه ما هم خیلی این کار رو میتونه شیطان انجام بده. در مورد این کلیپ خاص، من باز هم تشکر میکنم. کار بسیار ارزشمند و ستایش برانگیزی بود. این مناظره ساختگی خیلی ارزشمند بود، ساختگی بود اما روش کار شده بود. بچه هایی در سنین مثلا 10-12 سال دارن این مفاهیم استدلالی که خیلی از افراد بزرگسالم توی درکش عاجز هستند، دارن باش آشنا میشن. خیلی خوبه همین آشنایی، میتونه پیشرفت پیدا کنه، میتونه در موردش صحبت بشه که من توی ادامه مختصر میگم. اصل باید بر آشنایی با قرآن و مفاهیم باشه، نه حدیث. من دیدم که حدیث دارن اینا میخونن. البته یه کلیپ دیگم دیدم دارن قرآن میخونن. حدیث بد نیست، حدیث رو باید برشون تفسیر کرد. این که مثلا وقتی میگی همسایت رو آزار نده، اینو باز کن. آقای عثمان الکردی، آقای قاری قرآن، آقایی که داره تفسیر میکنی، یعنی چی؟ من اگر بگم پیامبر بود الان چی کار میکرد، میگفت مثلا اگر صدای ضبط صوتت بلند هست اینو کم کن. از اون بالاتر، مثلا اگر یه همسایی بود سگ داشت، سر و صدا داشت، ما چه برخوردی باید داشته باشیم؟ اینم باید آموزش داد. من نمیخوام بگم کرمانشاه یا اهل دعوان، و ولی خیلی قلداری ها رو من دارم میبینم دیگه. نباید اینطور باشه که یه نفر فکر کنه چون زور داره مثلا میتونه حقش رو به زور بگیره، باید زورش رو اعمال کنه. اسلام به ما اینو اجازه نداده. اگر همسایه‌مون داره ما رو آزار میده،
ما باید صبر کنیم، با رفتارمون به اون آگاهی بدیم. حتما اگر 1% تو شخصیت وجود داشته باشه تأثیر میپذیره و اگر شخصیت وجود نداشته باشه اصلا بهتر این کارو نکنیم. و اگر قراره در مورد یه موضوع صحبت کنیم، احادیث رو به صورت جمع‌بندی شده وقت بذاریم بگیم. یک مؤمن اهل تفکر، اهل تعقل، اهل وقت گذاشتن برای تفکر و تعقل. میگید آقای رضایی خیلی ایده‌آلی داره فکر میکنید. نه نه، به نظر من این ایده‌آلی نیست. این که ما کامل بذاریم این مسیر تعقل و تفکر رو کنار هر روز روزمرگی طی کنیم، اینو من مخالفم باهاش. من اینو دارم میبینم و بهش انتقاد دارم. یعنی چی؟ یعنی الان من میگم این مناظره خوب بود، فقط این باشه و بره تا یه مدتی یک روندی کوچیک کوچیک ادامه پیدا کنه و پیگیر بشه، این مهمه. نذاریم نوجوانها، جوانها، افراد فکر کنن ما آدمهایی که مؤمن هستیم ریزخاریم، کوچیک نگاه میکنیم، برامون چیزهای دم دستی از یه جنس خاص دیگه ای فقط مطرحه. نه، ما اساساً یک آدم هایی هستیم ادعاهای بزرگ داریم. ما زیر و رو میخواییم کنیم، نه بیرونو، درونو. خدا بیرون درست میکنه. بزرگترین و اصلیترین سنت پیامبر عمل به قرآنه. قرآن محور، احادیث مرتبط با اونو میاریم. قرآن میگه که نسبت به یکدیگر عدالت داشته باشید، اینو میتونیم بس بدیم. اخلاق نبوی هم یعنی اینکه قرآن رو رعایت کنیم. اما بریم در مورد این کلیپ. من متن رو نوشتم، خیلی هم ممنونم که زیرنویس کرده بودن که دقیق بتونم متوجه بشم چی میگن. البته مفهومی میتونستم بدون زیرنویس، اما خیلی خوب بود، تشکر میکنم. فرد اول میگه مولودی خانی حرام است. فرد دوم میگه چرا حرام است. میگه که خیر است یا شر. میگه خیره. میگه پیغمبر انجام داده. نه، انجام نداده. پس مولودی خیر نیست. نمیدونم آیا آقای عثمان الکردی یا اون کسی که باشون کار کرده این توضیحاتی که مربوط به این مناظره هست رو داده یا نه. اما در مورد همین قسمت اول این مناظره که همین مولودی بود، من یه نکاتی رو میخوام عرض کنم که من باشم اینا رو توضیح میدم. مولودی خانی خیر بوده، اگر مولودی خانی خیر بوده باید پیامبرم انجام داده باشه و به اون توصیه کرده باشه یا نه. خیلی از چیزها زمان پیامبر نبوده، اما نه، مولودی خانی رو که نمیتونیم بگیم. بالاخره وسایل شادی، موسیقی تا اون حد بوده. اما حالا باید از کجا پیدا کنیم که آیا پیامبر مولودی خانی کرده، توی حضورش این کارا رو کرده؟ نمیتونیم مطمئن باشیم. حدیث دیگه، ما فقط به قرآن میتونیم تمسک داشته باشیم. اما از اونجایی که پیامبر هم مثل ما بوده، بشر و مثلکم، بنابراین هم شادی داشته، هم غم داشته، هم عصبانیت داشته، هم خارج شدن از تعادل رفتاری داشته. نه اینکه روندشی باشه، نه. هر کاری که پیامبر کرده آیا خیر بوده؟ نه. شما میتونید سوره عبس رو ببینید. یه نابینایی وارد مسجد میشه، پیامبر با یه جمعی بوده، پیامبر روش رو از اون بر میکنه. نه اینکه متوجه نباشه، نه، عمدن این کارو میکنه. خدا که برای اینکه یه نفری که کاری رو سهوا انجام بده که این آیه توبیخ رو نمیذاره که به پیامبرش بگه که فکر کردی که اون جمعی که باش هستی برات سود داره، شاید این نابیناه برات سودمندتر باشه، چرا این کارو میکنی؟ یعنی داره میگه تکبر برات نداره محمد، با افراد بر اساس انسانیت رفتار کن. اون جمع میخواد هر جوری فکر کنه فکر کنه. و پیامبرهای دیگه هم همینطور. من نمیدونم حالا توی
اهل سنت این اعتقاد رو دارن یا نه، ظاهرا خیلی روی این بحث نمی کنن. پیامبر معصوم در رفتار عادی زندگی که نبوده، در ابلاغ رسالت و وحی قرآن بوده. این بعد خیلی روشن توضیح داده بشه. بنابراین پیامبر مولودی خانی کرده یا نکرده اصلا اهمیت نداره، نه جزء اصول بوده نه جزء چیزهایی که تو قرآن باشه. هر کسی دوست داره بخونه. اما توی مسجد آیا باید شأن مسجد حفظ بشه؟ تا یه حدی دیگه. آنچه خیر نیست پیامبر انجام نداده است. این رو برای چی گفتم؟ ببینید، اگر این باشه که هر کاری که پیامبر انجام داده خیر باشه، منطقی چی میشه؟ پی آنگاه کیون معادل این هست، اگر کاری خیر نباشه نقیز کیو نتیجه میدن نقیز پی رو. بنابراین وقتی که شما میاد یه چیز رو اشتباه در نظر میگیرید، تا آخرش باید همینجور ببافید. یعنی آنچه خیر نیست پیامبر انجام نداده. یعنی بیاییم فقط دو دسته کنیم، یه کارهای خیر یه کارهای شر، بعد بگیم این کارها رو که پیامبر انجام داده خیره، دیگه کاری به کارهای دیگه نداشته باشیم. این غلطه. از اون طرفم بگیم اون چی که خیر نیست پیامبر انجام نداده، نه پیامبر خیلی از کارهایی که انجام داده تو زندگی معمولیش، همونطور که گفتم، عصبانی شده انجام داده. آیا پیامبر حال شروره؟ نه. شرور وقتی میشه آدم اصرار داشته باشه بر کارهای اشتباه. خیلی این ظرافت رو باید رعایت کنیم. بعد همه کارها هم خیر و شر نیستن که ارزش اخلاقی داشته باشن. الان پلی استیشن خیر یا شر؟ تو مناظره بذار مثلا این دوتا نوجوان. پلی استیشن خیره، پس انجام بده. نه پلی استیشن شر. نه، بستگی داره. اگه درس تو خونده باشی پلی استیشن خیره، انجام بده، تشویق. اگه درس تو انجام ندادی شره. بریم قسمت دوم. جمع کردن قرآن خیر بود یا شر؟ معلومه خیر بود. پیغمبر خدا انجام داده؟ نه، صحابه انجام داده. یعنی جمع کردن قرآن شر بود. این خیلی نکته مهمی ها. یعنی این سوال که خود پیامبر چرا این قرآن رو جمع نکرده، تو این مناظره مخفول واقع شده یا به صورت ضمنی مطرح شده، که اگر تو اینترنت سرچ کنید میبینید به جوابهای خیلی عجیب غریبی میرسید. شبهه بسیار بزرگیه. نمیدونم حالا در موردش صحبت کردن یا نه. من اینجا به صورت مختصر بگم، اگر پیامبر قرآن رو جمع آوری میکرد، آیا معلوم میشد که الان که هست اون چی که جمع آوری شده خود پیامبر جمع کرده یا نه؟ الان معلوم نیست، شاید پیامبر این رو جمع کرده باشه. اما این که اسم خیلی از افراد نیامده خودش یه معجزه است. و نکته مهم، در کار عشق همیشه اماست. اگر قرار بود این قرآن یک چیزی بود مولا دردش نره، یعنی همینجا باز میکردیم گفته بود قانون جاذبه ازش در میاد، این چیزا رو که بستم، اصلا این چیزا رو قبول ندارم. قرآن متناسب با همون زمان خیلی از احکام و خیلی از چیزهاش گفته شده. ما اون چیزی که به قلب ما ربط داده باید مورد تاکید ما باشه و این رو در نظر بگیرید. این کاری که ما داره با خدا انجام میدیم یک کار عابدانه، در کنارش عاشقانه است. و این حبی که انسان نسبت به خدا داره و خدا نسبت به مؤمن داره تو قرآن هم هست. حالا بعدی میگه چرا عشق تو قرآن نیست؟ حب همون عشق دیگه. در مورد کار این قاری و آنچه نسبت به آن نظر دارم اینه که چشمان بسیاری رو با نور حقیقت آشنا کرده، بسیاری از نوجوانها رو در بهترین ساعات، بهترین اوقات، بهترین چیزها رو یاد داده. واقعا قبطه برانگیزه. امیدوارم همه مساجد اینو الگو قرار بدن. اون چیزی که من در اینجا گفتم در جهت بهبود هست. دعا میکنم براشون. امیدوارم که افراد صالح جذب مسجد بشن، به اونها میدون داده بشه، سنت شکنی بشه، افراد فقط بر اساس تقوا و شایستگی و عمل صالحشون جذب بشن. سیاست و این چیزها نباید ملاک قرار بگیره و اگر کسی موضعی داره مخالف ما هست، نباید باعث بشه چشم پوشی کنیم بر روی حقایق. امیدوارم جناب عثمان الکردی و همه کسانی که مساجد رو
به قول معروف سرپرستی میکنن، عمراتشون رو میچرخونن. یادشون باشه در روز قیامت ازشون سوال میشه این حریمی که برای خدا قرار داده شد چجوری پاسداری کردن. خادم مسجد باید مسجد رو درشو باز کنه. من نمیدونم این چه مسخره بازی تو این حکومت بوده که به کسی که سبک حال ترین، سبک سر ترین آخوند هست، یعنی قرائتی، امور مساجد رو واگذار کرد. البته میدونم برای چی، به خاطر همین مسخره بازیاش. مهمترین رکن اجتماعی رو دادن به مسخره ترین فرد. همه چی رو به مسخره و شوخی گرفته. افتخارش همینه که بیننده داره. امیدوارم این که جذب بکنید افراد و اولویت نباشه، اولویت عزت کلمت الله. افراد جذب شدن چه بهتر، نشدن مسجد خالی بمونه بهتر هست از اینکه افراد ناشایسته بیان. حق و جاری کنید، افرادی که حقیقت جو هستن جذب میشن. امیدوارم که اون مطالب اساسی که تو این کلیپ فیلم گفتم مورد توجه قرار بگیره. آماده دریافت نظرات، پیشنهادات، انتقادات، سوالات شما هستم. موفق و سلامت باشید.